امیدواریم که صدا و تصویر درست باشه، چون دفعه قبل یه اشکالی توی میکروفون ایشون بود. آقای شادارد سلام. سلام قربان. آقا من تصویر شما رو ندارم، همین عکستون رو بذارم یا ویدیو هم بهمون میدید؟ اجازه بدید الان با تصویر باشه. بذارید ببینم. نه فقط عکستون هست با اون پیرهن آبی خیلی قشنگ. ایوان چه اتفاقی افتاده نمیدونم. میخواین من خاموش کنم شما زنگ بزنید؟ یک لحظه. یا اون بالا نگاه کنید ببینید که دوربینتون رو تشخیص میده یا نه. بله بله الان داره درست میشه. بح بح، بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو هستیم که الان دیگه فکر کنم همه شما در تلویزیون مردم ایشون رو بشناسید. و ایشون یکی از افرادی هست که سالهای سال فعالیت سیاسی میکرده با آقای بنی صدر و با به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی مخالفه. اونجوری که من از صحبتاشون فهمیدم فکر کنم ایشون یک جمهوری خواه باشه و مشکلاتی هم با مجاهدین پیدا کرده و طبق معمول میدونید که مجاهدین هر کسی مشکل پیدا میکنن میگن مأمور جمهوری اسلامی. خانم بهیه جیلانی خیلی قشنگ یه کاری رو انجام داده بود، توی فیسبوکشون نوشته بود که بله ایشون مأمور جمهوری اسلامیه و حقوق خوبی هم میگیره. بعد از اون مجاهدین ساکت شدن و کاری به کارش نداشتن. یعنی اینها مجانی دارن افرادی رو که ملا نمیتونه با میلیون ها دلار، صدها هزار دلار بخره، اینها به اصطلاح برچسب میزنن. آقای شادانلو من ساکت میشم، این شما و این هم بیننده های تلویزیون مردم و شنونده های تلویزیون مردم. بفرمایید. با سلام خدمت شما جناب صوفی و بینندگان عزیز تلویزیون مردم. این بار مجدداً مطلبی رو دارم راجع به سازمان مجاهدین و شخص آقای رجوی، چون در هفته گذشته ایشون اطلاعیه دادن و حتی صحبت کردن در مورد شخصی که به فرانسه آمده که مترجم اصلی سازمان مجاهدین بوده حدوداً 24-5 سال و حتی در دیدار، دو تا دیدار ایشون با آقای صدام حسین این شخص حضور داشته و تمام مکاتبات سازمان رو با صدام حسین و اداره اطلاعات صدام حسین ایشون ترجمه می کرده، به دلیل که مترجم ارشد بوده، زبانش زبان عربی بوده و کتاب هایی نوشته در اونجا، حتی درس می داده در دانشگاه در همون محل کم و حتی برای شخص رجوی کتابی نوشته برای یادگیری زبان عربی. ولی خب متاسفانه باز مثل همیشه اینها به جای جواب دادن به این همه سوالی که پیش آمده برای مردم، برای جدا شده ها و گرفتاری هایی که این سازمان پیدا کرده بعد از خیانت بزرگش به ملت ایران و نوکریش برای صدام حسین و الان برای امریکا و اسرائیل، به جای جوابگویی این کارها رو انجام میده. و من احساسم این هست و بقیه دوستانی که کماکان کم و بیش اینا رو میشناسن این هست که وحشتی کرده آقای رجوی و سازمانش با خوزش وحشتی کرده از این جدا شده ها و کسانی که حقیقت این سازمان و اتفاقات درونی سازمان رو دارن افشا میکنن، چون همچین سابقه ای نبوده در این 30 سال به این صورت گسترده که این دوستان بیان و این اتفاقات رو شخصا با حضور خودشون اینا اعلام بکنن. یک مسئله ای که اینها بعد از این مسئله که جدا شده ها شروع کرده بودن خیلی سال پیش، یعنی 2004-2005 و من 2007 کمکی به این جدا شده ها کردم و
اینها خیلی شتابان مثل همین کاری که کردن و نامه پنتاگون جالبی که در بوری صحبت میکنم آمدن و به محل کار من و اون کارها و اون دادگاه و اینها رو تشکیل دادن و به نتیجه نرسیدن و بعد آقای ایبونه رو از مامورای خودشون حقوق به ایران خودشون رو در این معرفی تقریبا کردن با این کتاب و ایشون رو سوزوندن و مشخص شد که مامور اینهاست و همه جا میگن کتاب ایبونه کتاب ایبونه که در واقع همونطور که فیلمش هست وکیل من گفته و شما چندین بار نشون دادید و روی یوتیوب هست خب این دروغی بود که آقای ایبونه در اون کتاب البته کتاب ایشون ننوشته بود همونطوری که بارها گفتم کتاب آقای ابریشمچی نوشته بود و بهشون گفته بود شما حالا اسمتون رو بذارید و پخش بشه با اسم شما که شاید کاری بشه و این کتاب هم نتیجه نداد. این بار که دیگه دیدن مسئله خیلی جدیتره و جدا شده ها دارن فعالیت میکنن و حالا شاید کمی هم من اینها آمدن و اون مسئله پنتاگون رو راه انداختن، نامه‌ای که پنتاگون جدایی که الان فکر کنم دیگه همه متوجه شده باشن که نامه ها رو جمع کردن از همه جا و سایت ها و هیچ خبری ازشون نیست و صحبتی نمی کنن. و من میخوام واقعا اینجا بپرسم از این دوستان هوادار مجاهدین که در تلویزیون یا در ایمیل فیسبوک اینا این همه توهین به جدا شده یا من آمدن کردن راجع به پنتاگون که تا حرفی میشه میگه به کتاب ایبونه مراجعه کنی یا نامه پنتاگون یا آقای حسن دایرالاسلام که در تلویزیون رفتن و سریعا بعد از انتشار این نامه اعلام کردن که چرا نمیاین مردم و روزنامه ها تلویزیون چرا راجع به این صحبت نمی کنی، خیلی مسئله مهمی هست که البته از نظر اینها مهم بوده و این سازمان و چرا نمی صحبت کنی. الان کجاست آقای حسن دایرالاسلام که بیاد بگه نه این دروغ بوده، این دستساز سازمان مجاهدین بوده. و خیلی جالبه، من نمیدونم اینها یاد جمهوری اسلامی میدن یا جمهوری اسلامی از اینا یاد میگیره یا با همین کارو میکنن، چون شنیدم که برای رادیو فردا و سایت بی بی سی هم همین کارو کرده جمهوری اسلامی که خبری درست میکنه، سایتی درست میکنه یا صفحه فیسبوکی یه خبر رو اعلام میکنه به عنوان کارمندای اونجا و به همون استناد میکنه و یک دروغ دیگه میگه، درست مثل همین کار این فرقه رجوی که نامی به اسم پنتاگون صادر میکنن بعد به اون استناد میکنن بعد همه جا پخش میکنن. ولی این بار چون خیلی زود ما دنبال کردیم و دوستان و خودشون دیگه جمع شد جمع کردن همه چی رو از روی مطالب و سایت ها و اصلا دیگه صحبتی از این نیست و اینها به جای اینکه بیان جواب بدن یک بار لااقل و یا هواداران میگم بیان بگن اصلا من نمیدونم اینها چی میخوان از این، جز این که من فکر میکنم وحشتی که آقای رجوی و سازمانش رو گرفته بود، چون در حال فروپاشی کامل هست این فرقه و اینها میخوان با این کاراشون بگن که نخیر ما هنوز هستیم و یک جوری مخالفین رو که مخالفین فکر میکنم اقلا 95% مردم ایران باشن با اینها میخوان اینا رو بچسبونن به یا وزارت اطلاعات یا یک انگاهی بهشون بزنن که اصلا نه در شأنشون هست نه هستن. ولی خب نتیجهش رو دیدیم، خوشبختانه خودشون اینا رو جمع کردن و نامه قلابی بود همونطور که من در برنامه 2 هفته قبل اعلام کردم و نتیجه این نداد. حالا نمیدونم در چه فکری الان هستن، ولی خب یه اطلاعی دادن یا خود آقای رجوی بعد از مدت ها آمده راجع به این شخص آقای حسینی نژاد صحبت کردن. من آقای حسین نژاد رو نمی‌شناسم، البته باشون تماس گرفتم آمدن الان هم پاریس همونطور که خود سازمان اطلاعیه دادن که شادانلو دنبال کارشون هست. بله کارش درست شده، ایشون قبلا هم پناهنده فرانسه بودن و هیچ مشکلی برای کارشون نبوده. ولی چرا یک بار اینها نمیان حقیقت رو بگن؟ آخه چطور اینها تا زمانی که در این سازمان در این فرقه در اون کمپ هستن آدم های خوب و مجاهد هستن، به محض این که پاشونو میذارن بیرون، البته دو صورت هست، یکی اونایی که میان بیرون و میرن دنبال زندگیشون، خیلی هاشون هستن رفتن ایران یا جاهای دیگه و اصلا صحبت نمی کنن، اسمی از اینها نیست، ولی به محض این که یک نفر بخواد اعلام کنه آقا این بلا رو سر من آوردن، 30 سال زندگی من رو از بین بردن، این کارا رو کردن، اون میشه مزدور، حالا زن باشه مرد باشه ایرانی باشه خارجی باشه.
یک نویسنده باشه، نماینده مجلسی باشه که اینجا هست، نماینده مجلس فرانسه، یا نویسنده مثلا گسلر در سوئیس، اینها به محض اینکه یک کلمه مخالف در بیاد فوری میگن مأمور جمهوری. ولی خوشبختانه مردم ایران متوجه شدن و میدونن و چنان از اینها منزجر هستن، مخصوصا در اون زمان جنگ، مخصوصا رفتنشون و دستبوسی صدام حسینی که این آقا این کارو کرد، واقعا جایی در هیچ کجا ندارن و انشاءالله که به زودی همه چی برای مردم مشخص میشه و اینها هم دیگه فکر میکنم کاری نداشته باشن یا چیزی برای گفتن دیگه نداشته باشن. من واقعا باز هم میگم از اون آقای فیرابی که هنوز سنگ اینها رو به سینه میزنه، یا آقای دایی اسلام بیان جواب بدن. الان خودشون که نمیان، از افراد خودشون یا کادرهایشون رهبریشون، ولی لااقل این دو نفری که این طرف داره صحبت میکنه، یا مخصوصا آقای حسن دایی اسلام که همه جا هستن، ایشون اقلا جوابگوی این رفتار، این نوشته ها و مخصوصا این نامه‌ای که آقای رجوی در مورد آقای حسین نژاد داده، که دیگه شرم‌آور آدم اصلا نوشته شو یا گفته شو بگه چی هست که همچین آدمی رو با این سن و سال، چون این تنها کسی بوده اونجا گفتن با این کارگرهای عراقی که میمد اونجا کار میکردن، این باید با اونا صحبت میکرده و مخصوصا میخواسته به اینها بگه که وضعیت اینجا چیه، چطوریه. ولی خب ایشون دیدین که چی در جواب نوشته و ایشون رو متهم به همجنس بازی یا از این مسائلی کرده که واقعا بود گفتم شرم‌آوره که رهبر یک سازمان سیاسی به نظر خودشون بیاد در مورد یک کسی که 40 سال در این سازمان بوده و اینها همه جوره از ایشون، چه به عنوان استاد دانشگاه اونجا تدریس میکرده، چه به عنوان مترجم از ایشون استفاده میکرده، به محضی که جدا بشه یک همچین انگی بزنن، چون دیگه همه حرفا رو برای بقیه زده بودن و مأمور جمهوری اسلامی و خائن و اینها، این یکی خیلی جدیده و امیدوارم که این برای هواداران اینها لااقل یک درسی باشه و بشینن یک خود تأمل کنن، فکر بکنن روی مسئله که چطور میشه که اینها تا در سازمان هستن، آدمای خوبی هستن، ولی بیرون که میان به این صورت اکثر عمل این سازمان نشون میده و آقای رجوی. و این فقط و فقط به نظر من همین مسئله این هست که وحشت دارن از این که درون اینها چه میگذشته و چه میگذرد، و الانی که اینا به قول خودشون از لیست تروریستی در آمدن و فکر میکردن حالا در ایران جشن برای اینا میگیرن یا منتظرن که اینا از دیست بیان و بیان، دیدن نه، هیچ کجا هیچ سر و صدایی از هیچ کسی در نمیاد و هیچ ایرانی نه به اینها خوش آمد گفت، نه حاضر شد که مطلبی اصلا راجع به این بنویسه، یا اصلا جوانهای الان ما با دانشگاه با دوستانی که اونجا هستن صحبت میکنیم، اصلا نمیشناسن نسل جدید، اصلا اینا رو نمیشناسن و نسلی که در نسلهای ما بودن هم فقط اینا رو به خیانت و نوکری بیگانه میشناسن. امیدوارم که این آخرهای کار اینها باشه و دیگه ما این یک معضل بزرگ اجتماعی و چیزی که به نظر ما سازمانی که جلوی آزادی در ایران و صد واقعا راه آزادی هست و رژیم هم استفاده از اینها کرده سالها و هنوز هم میکنه، این بر کنار بره که بشه انشاءالله برای آینده ایران و رژیم آینده انشاءالله که دیگه یک همچین مشکلی نباشه. این رو به این دوستان. و در مورد دوست دیگری که من یه مقداری هم بخواستم صحبت کنم، آقای فرامرز دادرس، که من البته واقعا دوست ندارم من اینطوری بیام این صحبت ها رو بکنم، ولی چون ایشون دیدم دست از این کارشون بر نمیداره، من اون دفعه که صحبت کردم و یک تیکه از زندگی ایشون رو گفتم که کی هست و کی بوده، باز جدیدن دو تا مطلب نوشتن و دو تا تقریبا به صورت آفیش این هست، احتمالاً این قشنگ دیده میشه، اینو درست کردن و یکی دیگه هم
این کار ایشون هست برای آقای فتروس و بقیه دوستان اینو درست کردن. خواستم من بگم به ایشون که در مورد اینکه شما مأمور جمهوری اسلامی هستین هیچ شکی دیگه الان من ندارم، چون مدارکی که پیدا کردم و به دست آوردم اینو نشون میده و امیدوار هستم که در آینده نزدیک تمام این مدارک رو پخش کنم، که مخصوصا تلویزیون ها و تلویزیون امریکا که ایشون رو به عنوان یک کارشناس نظامی یا امنیتی میبره در تلویزیون یا بقیه یا برای کسانی که ایشون مقاله مینویسه به اسم غلامعلی بیگدلی یا حالا جدیدن هم به اسم خودشون مقاله در رادیو کوچه نوشته بودن، اعلام بکنم که این شخص مواظب باشید، غیر از این که مأمور جمهوری اسلامی هست آدم خطرناکی هست، آدمی هست که دستش تقریبا در دو قتل مشخص میشه. ایشون یک شخصی به اسم آقای آله دلفک که ایشون با آقای رضا مظلومان یا همون کوروش آریامنش کار میکردن و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی این دو نفر بودن، ایشون بعد از کشته شدن آقای رضا مظلومان ایشون با این شخص آشنا میشه، ایشون یک نویسنده بوده و مخالف جمهوری اسلامی و ایشون با این شخص آشنا میشه و رفت آمد داشته، بعد از یه مدتی این شخص فوت میکنه، بعد در تحقیقات مشخص میشه که این شخص مسموم شده ولی هنوز به طور قطعی نمیتونیم بگیم کار این شخص بوده ولی احتمالش هست، و همچنین در احتمالاً قتل بختیار هم ایشون یک آثاری از خودش به جای گذاشته که حالا دارن راجبش تحقیق میشه. الان که من دنبال این پرونده ایشون رفتم، پروندهش بسیار خرابه، در پاریس دوبار محکوم شده به جریمه در دادگاه، یک بار برای انجمن زرتشتیان و 7000 یورو پرداخت کرده ایشون در دادگاه محکوم شده، و یک بار دیگه هم در یک پرونده دیگه، البته خودشون نوشته که 4 بار به دادگاه رفتن و برنده شدن، توضیح نداده که چی، البته گفته یه ایرانی، ولی حقیقت اینه که ایشون در اون دادگاه ها باختن و فرد بسیار، من با پسر ایشون صحبت کردم خشایار، حتما احتمالا ایشون گوش میدن، و ایشون به هیچ عنوان حاضر نیست پدرش رو ببینه، 2 دختر داره ایشون و 1 پسر، و اینو به این دلیل میگم که ایرانی های دیگه مواظب این شخص باشن، ایشون به عنوان یک دوست و اینکه کار کامپیوتر و کارهای درست کردن سایت و اینها با اینها وارد میشه در این دوستی و بعد شروع به کلاهبرداری و کارهای دیگه میکنه. ایشون یه نکته جالبی در تلویزیون امریکا گفتن که به آقای نراقی میگن مأمور 3 جانبه، که ایشون گفته بودن که ما مأمور 2 جانبه داشتیم ولی 3 جانبه نداشتیم، ولی من فکر کنم ایشون مأمور 5-6 جانبه هستن واقعا، با این کارهایی که من از ایشون دیدم، شکایت های از ایشون هست در کمیسری های نوازی لودغان، یک منطقه است در بیرون پاریس، الان دیگه خودشون حتما خوب میدونن کجا هست، همسر قبلیشون از ایشون چندین بار شکایت کرده، یک کاری هم کردن، حالا باش اونو میذارم برای بعد، ولی در صورت خواستم کسانی که غلامعلی بیگدلی من پیدا کردم، آقای علی بیگدلی هستن، ایشون در دانشگاه تولوز بودن و الان حدودا 72 سالشون هست، در ایران هستن، استاد دانشگاه بهشتی هستن و رئیس دانشگاه هیئت علمیش بودن و اصلا در تولوز وقتی درسشون رو خوندن برگشتن رفتن ایران، و ایشون این شخص رو پیدا کرده، باز این کار مجاهدین یا جمهوری اسلامی که یک مطلبی رو از یکی پیدا میکنن بعد اون طرف هم اطلاع نداره، با اسم اون اسم این مطالب رو می نویسن و اگر هم کسی متعرض شد ارجاش میدن به
پرونده اون شخص در شده که اون آقا در ایران هست، اصلا اینجا نیستش و ایشون خوب میدونه که کی هست. و شراره سعیدی که ایشون باز به همون اسم می نویسه و در فیسبوک و این هم که همون فرهنگ ایرانی و پیمان اولدورس اینها ایشون هست. و خلاصه هموطنانی که صدای منو میشنوند یا آقای دادرس رو باشون الان دوستی آشنایی دارن مواظب این شخص باشن، 100% با جمهوری اسلامی در تماس هست و مأمور اطلاعاتی بوده در رژیم گذشته و به محض اینکه رژیم عوض میشه با رژیم اسلامی همکاری میکنه و به فرانسه میاد و اینجا میمونه. پاسپورت ایرانی داره، به سفارت مراجعه کرده ایشون با اینکه میگه مخالفم دروغ میگه، پاسپورتش هست و رفت و آمد داره، به ایران میده و خیلی مسافرت های مشکوک دیگه که حالا اینها تحت بررسی است که انشالله به زودی بقیه اینها رو اعلام. من ممنونم از شما. اجازه دیدم برای دوستان یه توضیح بدم که افرادی که در این برنامه ها میان صحبت میکنن خودشون مسئول گفتهای خودشون هستن و چون اسامی افرادی رو بردن اونها هم حق دارن بیان در مورد خودشون صحبت کنن. و من حقیقتا این رو چون خودم بارها میگم اجازه میخوام از شما شادانلو این رو بگم که وقتی که مخصوصا برنامه های مرگ و کشتن و اینها هست یه مقداری با احتیاط تر صحبت کنیم. من الان خبری رو دارم درباره سفارت آمریکا در ترکیه که مورد حمله قرار گرفته و میخوام اون رو زیر سوال ببرم که چرا خبرنگار بدون اینکه صبر کنه فرصت بده به اصطلاح ماموران برن تجسس کنن دادگاه تشکیل بشن فوری ایران و افراد سوریه و اینها رو مسئول دونسته. اجازه بدین ما هم همین روش رو داشته باشیم و یا بر اساس دادگاه‌ها بریم یا اینکه به اصطلاح اون چیزایی که یک جایی مستند باشه سند پیدا کرده باشه. ضمناً برگردیم به اون دوستمون که شما صحبت کردید، سازمان مجاهدین همچنین تلاش کرد که آقای حسین نژاد اگه اشتباه نکنم به عنوان گشتاپو یا مأمور کشتار هم معرفی کنه. این دو نفر همون یه شخص هستن که سازمان الان میگه این آقا هم جنس باز بوده یا والا نمیدونم دیگه. این هم تازگی داره که خود آقای رجوی این نوشته رو بنویسه. البته من توضیح میدم فکر میکردیم که این صدا صدای ایشونه، آقای مرداد که هوادار هست میگه نه این صدا صدای ایشون نیست. میگم خب اگه صدای ایشون نیست باید یه نفر که میخونه خود اون رو نشون بدن عکس آقای رجوی اون بالا باشه. نه این خلاصه کار اینها اشکالش هر روز بیشتر و بیشتر میشه. من این توضیح رو لازم میدم، من ساکت میشم، شما اگه صحبت دارید بفرمایید. خواهش میکنم. بله در مورد مسئله مرگ و کشتن و اینها حق با شماست. منم همونطور که فرمودید مسئول گفته های خودم هستم ولی منم عرض کردم تحقیق داره میشه ولی چون ایشون با این شخص دوست بوده رفت آمد داشته یعنی بعد متوجه شدیم این جای شک داره که حالا دنبالش هستن که ببینن. ولی در این که ایشون در همه محافل هست و به هر صورتی میخواد اینا رو همه رو به هم بزنه و به قول خودشون مأمور چندین جانبه باشه، از این طرف در دادگاه نامه بده برای آقای ایفبونه، از اون طرف کتاب مقاله بنویسه راجب آقای میرفتروس یا راجب یک دوست دیگری و چندین شخص یا حتی آقای رضای پهلوی و بقیه، این اصلا کارش همینه. یعنی رخنه کردن، همون کاری که واقعا جمهوری اسلامی 30 سال کرده، رخنه کردن در اپوزیسیون و اینا رو به هم انداختن و نگذاشتن این که اینا با هم یا یکی بشن یا کاری انجام بدن. این شخص همچین آدمی هست. حالا باشه تا من اسناد که کامل شد و مطمئن شدم اینا رو حتما خواهم گفت. ولی در مورد آقای حسین نژاد بله من واقعا خب ایشون رو از نزدیک دیدم، میشناسم. یک شخص حدود 64-65 ساله و صاحب دو فرزند، یک دختری که 7-8 ماهه مثل این که بوده یا 2-3 ماهه بوده در ایران گذاشتن اون سال و از ایران آمدن بیرون که ندیدتشون اصلا، و دختر دیگری که یعنی همون دختر که بعدن آمدن در عراق و دیدنشون بعد از تقریبا 30 سال، و دختر دیگری که الان در کمپ لیبرتی هست و جزء افراد سازمانی که خیلی جالبه که در کمپ
به اینها یک بار اجازه میدادن در سال فرزندشو ببینه. یعنی این آقا میگه من فقط عید به عید دخترم رو اجازه داشتم ببینم و چند دقیقه باش صحبت کنم، بعدش دیگه تموم میشه. تا سال بعد که سال گذشتم حتی نذاشتن این کار انجام بشه و من نمیدونم این فرقه و این سازمان چطوری آزادی رو برای مردم ایران میاد و این شعارهایی که میدن، من نمیدونم خودشون چی تو مغزشون هست که اون شعارها رو میدن ولی در یک محلی زن و شوهر اصلا باید جدا بشن و هم دیگر نبینن و اگه فرزندی هم هست فقط فرزند سال یک بار هم دیگر بدن. و خب این آقا تمام مطالبی که گفته الان نوشته و البته یک مصاحبه تلویزیون هم خواهند داشت و مطبوعاتی، تمام اینها رو میگن و تمام این 30 سالی که با اینها بودن، 40 سال البته تقریبا خودشون اینطوری که میگن، و این 24-5 سالی که در عراق چی گذشته نسبت به سازمان مجاهدین و استخبارات که همون استخبارات عراق که سازمان امنیتشون باشه، چون اینطوری که ایشون گفتن سازمان مجاهدین چون اسلحه و مهمات داشتن اینها وارد سازمان اطلاعات عراق شدن، یعنی تمام سیستم مجاهدین دست وزارت اطلاعات عراق بوده و طبق دستور اونها عمل میکرده چون مسلح بودن و نمیتونستن به اینا پناهندگی بدن چون بازم مسلح بودن و اینها جزء سازمان اطلاعات اون کشور و جزء ارتش اون کشور بود. یعنی اینطور که ایشون میگه، حالا با مدارکش رو انشاءالله به زودی اینا پخش میشه که حالا حتما این کار آقای رجوی برای این کرده یا اطلاع داده که از قبل مثلا ایشون رو پشیمون کنه یا یه عده یک فکری در موردش میخوان، ولی اینطور نیست. ایشون کسی بوده که با اینها بوده و مدارک حسابی داره و اینها رو به زودی منتشر میکنه و اینکه اینها چطوری به خدمت صدام حسین در اومدن و در این 25 سال جز ارتش و وزارت اطلاعات صدام خدمت میکردن در کشتن کردها، در کشتن شیعیان در جنوب عراق و در کشتن برادران و خواهران ما در شهرهای ایران و خطوط مرزی زمان جنگ. من ممنونم از شما. اجازه بدید همینجا به دوستان بیننده و شنونده یادآوری کنیم که شما هر هفته جمعه قرار هست که ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که برابر است با 9:30 شب به وقت فرانسه دقایقی رو با دوستان باشید و اگر اینها سوالی، پرسشی، نظری دارن، من فیسبوک شما رو نشون دادم، میتونن با اون از وسیله فیسبوک استفاده کنن با شما در تماس باشن و شما به صحبتهای به دوستان گوش میدید یا با پرسشاشون اگر پاسخی داشته باشید بهشون میدید. ممنونم از شما و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. برای شما منم شب بخیر میگم و آخر هفته خوبی برای شما و برای بینندگان عزیز تلویزیون خواهم. مرسی، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز اجازه بدید که بریم، طبق معمول وقتی دوستان برنامه دارن ما قبلش و بعدش دیسکلیمر میذاریم، یعنی ما از خودمون رفع مسئولیت یا سلب مسئولیت میکنیم که به اصطلاح خود این دوستان مسئول هستن، اون رو میبینیم و پس از اون میریم آگهی ها رو چند دقیقه و با مرضیه دقایقی رو گوش میدیم و میشنویم که میگه دیشب توی فکرم داشتم با اون مرمر مغزم و مموریم یه مجسمه، چقدر واقعا این شعر زیباست. منی که خیلی طرفدار شعر نیستم اصلا اینو امروز وقتی گوش دادم حالی به حالی شدم، امیدوارم همین حال و همین احوالم در شما پیدا بشه. بشنویم ببینیم و چند دقیقه دیگه با شما خواهم بود.